بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و آرزوی سلامتی و صحت و عافیت برای همه شما و نجات و خروج مردم مستضعف فلسطین از دست ظالمین و رفع ظلم از سر اونها. امیدوارم که الله متعال به همه مسلمان ها در هر جا که هستند، در هر کشوری که هستند، در هر موقعیتی که هستند عافیت و سلامتی و امنیت رو عطا بکنه و کسانی که زیاده خواهی میکنند، کسانی که در پی ظلم و ستم اونها هستند، کسانی که با توحید و یکتاپرستی درگیر هستند و مسلمان ها رو به گونه های مختلف در معرض ظلم و ستم قرار میدن، الله متعال مسلمان ها رو از شرشون در امان نگه بداره و به همین صورت بهشون امنیت و حفاظت رو تأمین بکنه. سوره انعام رو داشتیم بررسی میکردیم که رسیدیم به آیه پنجاهم این سوره و گفتیم که سوره انعام به طور عموم یک بحث گسترده ای رو از ابعاد مختلف با شرک و اهل شرک داره. شرک رو با مشرکین رو با گونه های مختلف به چالش میکشونه و در رد مبانی فکری و اعتقادی مشرکین دلائل و مبانی متعددی رو ارائه میده تا اینکه توحید به معنای صحیح و درست تعریف شه و شرک و به همین صورت بهانه های مشرکین برای همگان حقیقتش روشن بشه. یکی از مواردی که ما در ابتدای سوره بهش اشاره کردیم این بود که وقتی که مشرکین رو قرآن کریم به این صورت تعریف میکنه که ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون کمال ستودگی و ستایش از آن پروردگاری هست که آسمان ها و زمین رو آفرید، ولی در واقع اون چی که در تعارض با موقعیت و جایگاه پروردگار هستی هست اینه که افرادی که به جایگاه الله متعال و یکتایی رب ذوالجلال و حاکمیت مطلق او و کمال صفات او اعتقاد درست ندارن، ستودگی خاص او رو در کمالش زیر پا میذارن، بیتوجهی نسبت میکنن، به رب بهم یعدلون با الله متعال کسای دیگر رو برابر قرار میدن، برابر دادن با الله متعال کسانی دیگه. گفتیم در تفکرات مختلف ادیان اشکال مختلف رو داره. مسیحیت مسیح رو در برابر با الله متعال تعریف میکنه. در بین مسلمان ها افرادی از خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو یا خود پیامبر رو شاید برخی از قراد متصوفه بهشون صفات الهی رو بدن و به همین صورت مقام خدا رو بهشون تلقی کنن، و قبل از اون حتی در حاکمیت های ما قبل هم در همین تصور غلط وجود داشت که حاکمیت هایی که وجود داره فرعون، نمرود و امثال اینها نمایندگی خدا رو میکنن یا ولی جانشین خدا در زمین تعریف میشن، بعد تمام صفات الهی رو به اونها میدادن و شایستگی حاکمیت مطلق و ولایت مطلقه رو هم در اختیار اونها قرار میدادن و دخل تصرف شرعی و قانونی هم در تمام حاکمیت و سلطه و خزانه مملکت و اموال مردم هم با نام دین از طریق اونها صورت میگرفت. برای رفع این اشکال و به همین صورت ریشه این اشکال رو خشکاندن، آیه
50 سوره انعام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو مخاطب قرار میده تا اینکه هم این تفکرات رو اساسا از بین ببره و هم دروازه شبهه اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خودش در پی انتقال قدرت هست یا در پی انتقال ولایت دینی از دیگران به خود هست در قالب دین شرکی که وجود داره، کلن اینها منتفی بشه و بدونن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواد که همه رو به عبودیت بندگی یکتای الله متعال بکشونه و در این میان خودش هیچ نوع ویژگی خاصی رو برای خودش نمیخواد به طور استثناء موقعیت و مقامی رو فرابشری تعریف کنه. میگه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بشون بگو که من مدعی نیستم که خزائن الهی در اختیار من هست، یعنی من خلیفه خدا هستم روی زمین، در اختیار من هست همه چیز در زمین، همونطوری که میگن ولایت تکوینی و تشریعی مثلا ائمه داشتن یا ولایت تشریعی ولایت فقیه مثلا داره. میگه من دست در اختیار من خزائن الهی نیست، خلیفه خدا نیستم من که همه چیز در اختیار من باشه، من این ادعا رو نمی کنم. ولا اعلم الغیب، غیب هم نمیدونم، همونجوری که به ائمه غیب نسبت میدن. البته خب گفتم که اینها یک نوع تعبیر شاملی هست که گونه های مختلف شرک در هر نامی با هر نام نشانی باشه رو در بر میگیره. بین ما مسلمان ها به گونه این موارد شرکی مطرح هست و در بین بقیه ادیان با گونه های مختلف، ولی همه اینها برمیگرده به همین بحث که اون همه این افکار و اندیشه ها مبناش این هست که نمایندگی خدا ادعی دارن خلیفه او هستن، یعنی خزائن الهی در اختیار اونها هست و همین صورت علم غیب اونها دارن و به همین صورت فرابشری هستن. همه این سه موضوع رو اینها در این آیه منتفی میکنه، میگه نه من خزائن الهی در اختیار من هست که من خلیفه خدا باشم، نه هم علم غیب میدونم و نه هم فرابشر هستم. ولا اقول لكم اني ملك، و نه هم میگم که من فرشته ای هستم. در واقع فرشته فرابشر بودن یا قدرت خالق یا یک موقعیت غیر بشری داشتن. ملک اون ملک در واقع فرشته و عملکرد فرشته طوری هست که کاملا یعنی تکلیف شرعیشون بدون اراده و به صورت تنظیم شده از جانب الله متعال هست، اراده خودشون در کار نیست، بلکه امر الهی تابع مطیع امر مطلق پروردگار متعال هستن. میگه نه من اینطوری نیست، من یک انسانی هستم که اراده دارم، این اتبع الا ما یوحى الیه، و من پیرو اون چیزی هستم که به من داره وحی میشه، یعنی من هم مطیع هستم و اطاعت امر الهی رو میکنم. من شخصیت من، عمل من، رفتار من، کردار من بر مبنای امر الهی هستم، اونطوری که من از شما هم میخوایم که مطیع امر الهی بشید، من هم مطیع امر الهی هستم. من هیچ استثنایی رو برای خودم قائل نیستم و شما رو به اون موضوع، به این چنین موضوعی هم دعوت نمیدم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بهشون بگو که آیا یه آدم بینا و نابینا با هم برابر هستند؟ بینا اون کسی هست که در واقع در معرض وحی الهی قرار میگیره و میدونه که مسیرش رو چطوری بره و چه مسیر رو بره، و نابینا اعما اون کسی هست که مسیرش کور باشه، روشن نباشه. من یک روشنگر هستم که در مسیری روشن دارم حرکت میکنم و برای شما هم دارم روشنگری میکنم، من هیچ ادعای فراتر از این رو ندارم. یک انسان روشنگر و مسیر روشنگر رو، روشنگری رو براتون دارم بیان میکنم. افلا تتفکرون، آیا نمی اندیشید؟ بسیار روشن هست، بسیار واضح هست، روی این موضوع فکر کنید. هیچ جای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خودشون مقام ویژه ای رو تعریف نکردن، امکانات ویژه‌ای رو اختصاص ندادن. مثل بقیه
در صف مقدم یا در جلوی همه جامعه در سعی و تلاش بودند تا اینکه خیر رو به مردم برسونن و نیکی رو به همین صورت توسعه بدن. نه تنها در خیر و نیکی پیشگام بودن، بلکه در پیشگام بودن گاهی در مواردی میبینیم که وظیفه فراتر از وظیفه عموم براشون تعیین میشه. ما در بحث عبادات برای عموم مسلمان ها قیام اللیل واجب نیست، ولی برای پیامبر واجب بود. برای عموم مسلمان ها اون چی که کسب میکنن یا اون چی که می اندوزند به دست میارن، خب بالاخره ارث میبره نسل بعدیشون یا فرزندانشون. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ما معشر انبیا بر ارثی رو به جای نمیذاریم، ما ترکناه صدقه، اون چی گذاشتیم هم صدقه هست. یعنی هیچ نوع نه چشم داشته دنیوی داریم از شما که بهره بگیریم و نه هم در پی این هستیم که برای فرزند و نسل خودمون مالی رو، امکاناتی رو بیندوزیم، برخلاف اون چیزی که آقازاده ها امروز کل کشور رو تاختن و باختن و از دست مردم گرفتن، برخلاف اون چیزی که عشر رو کلن اختصاص به یک طیف معینی به نام عشری رو خودشون درست کردن، زکات که تعیین شده است برای فقرا، مساکین و برای افراد درمانده، اون زکات رو کلن بی رنگ کردن، بی حیثیت کردن و عشری رو خودشون درست کردن از اموال مردم تا اینکه هر دخل تصرف لازم رو خودشون درش انجام بدن، هیچ کسی در این حق دخیل نباشه. بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا صدقه رو نمیخوردن، اموال صدقه رو بر خودشون جایز نمیدونستن که بخورن و هدیه میخوردن، ولی اموالی که به طور صدقه یا زکات آورده میشد خودشون ازش استفاده نمی کردن. تا هیچ نوع شبهه ای پدید نیاد با وجود اینکه مباح هست، یعنی حلال هست خوردنش یا برای افراد نیازمند، ولی پیامبر حتی اندازه ای که خوراک عادی هم از اموال صدقات برای خودشون استفاده نمی کردن. این ویژگی های شخصیتی در واقع به عنوان پیشگام در همه موارد مختلف نیکی و خیر پیامبر صلی الله علیه و آله رو معرفی میکنه که در واقع این اتبعوا الا ما یوحى الیه به معنای یک بنده مطلق وحی الهی، مطیع وحی الهی و امر الهی هستم که شما رو هم در واقع میخوام در این مسیر قرار بدم و برای خودم هیچ نوع استثنایی قائل نیستم و هیچ نوع ادعایی در واقع نمی کنم. اینکه بیام فرزندان خودم رو نسل به نسل به عنوان حاکم اونا رو تعیین کنم و اینکه خودم ادعای حکومتی بکنم و ولایتی مطلقه ای رو برای خودم ادعا کنم که دیگه قضیه فراتر از منتفی بودن هست، دور از شخصیت و دور از اصلا مقام نبوتی هست که بر بدون چشم داشت تعریف میشه. یکی از بزرگترین ویژگی هایی که در آیات متعدد درش تأکید میشه میگه ما اسألكم علیه اجرا، حتی اون چی که در سوره شورا هم میاد الی المودت فی القربا در بحث قرابت خانوادگی که با قریش داشتن، میگه فقط من اگر میخواید رعایتم بکنید همون بحث صله رحمی که بین من و شما وجود داره رو اگر از شما من بخوام، و الا هیچ چیزی فراتر رو من از شما تقاضا ندارم که شما بیاید به طور استثناء برای فرزندان من و برای نسل من حکومتی رو نسل در نسل قائل بشید. البته خودشون مدعی نبودن، اینا رو ماها درست کردیم، اینا همه رو ساخت و باخت قرنهای بعد هست، صفوی ها درست کردن و قبل از صفوی ها هم به همین صورت جریاناتی فکری در توهم درست میکردن، مردم رو در این راستا براشون مذهب تراشیدن و از امت اسلام جدا کردن. اما در حق واقع نه این نسل بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم این ادعا رو داشتم، نه پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین ادعا که نه کمترین از این ادعا رو داشتن که من بر شما ولایت و حاکمیت و سلطه ای رو در واقع خواهان هستم. به دنباله این آیه که
پیامبر صلی الله علیه و آله رو مأمور میکنه که این رو خودت معرفی کن بشون بو که اینه وضع موقعیت من و من در واقع به این ویژگی های شخصیتی رو دارا هستم، ویژگی هایی که هیچ نوع امتیازی نسبت به بقیه نداره، نه خلیفه خدا هستم کل جهان در اختیار من باشه و نه هم غیب میدونم، علم من فراتر از علم دیگران هست، اون چی که وجود داره در واقع وحی الهی هست و نه هم میگم که من فرا بشر هستم که هر قضیه من کاملا، هر عمل کرد من کاملا تعیین شده ناخودآگاه هست، بدون اینکه اسمتی که در واقع قائل هستن، یعنی اسمتی که برای ائمه قائل هستن از این نمونه هست، اسمت ذاتی هست. در واقع فرشتگان اسمت ذاتی دارن، یعنی هیچ نوع اراده شخصی در عمل کردشون وارد نمیاد. من اسمت ذاتی ندارم، بلکه من پیرو وحی هستم و من هم دچار لغزش میتونم بشم، ولی وحی منو راست میکنه و منو تصحیح میکنه و آیه بعد هم در واقع در این راستا پیامبر صلی الله علیه و آله رو هشدار میده بر اینکه اراده ای رو برخلاف اون چه که ارزش های تعیین شده الهی هست در راستای رسیدن به اهدافی که در واقع مشروع هست این چنین اجتهادی رو انجام ندن، که آیه بعد انشاءالله بهش میرسیم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، و با این پیام، با این قرآن، با این وحی الهی هشدار بده کسانی رو که از این ترس دارن که به سمت پروردگارشون دارن هشت میشن، بازگشتشون به سمت پروردگار هست، ایمان دارن و در نتیجه حراس دارن که حساب کتابی هست، حشری هست، نظامی هست، عاقبتی هست، نهایتی هست. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، و در اون روز به غیر از الله متعال نه حامی دارن نه نزدیک قریبی دارن، ولی در واقع گفتیم هم قریب و نزدیک و به همین صورت حامی هست و هم نماینده جانشین، همشون در واقع کلش معنای بر اساس قرب هست، یعنی هیچ فردی که قرابت داشته باشه و در این میان حمایتی رو موجب بشه در قیامت وجود نداره مگر الله متعال که در اختیارش همه چیز هست. ولا شفیع و نه هم کسی که دخالت بتونه بکنه، نه حمایتی هست و نه دخالتی هست. دخالت در صورتی میتونه باشه که در نظام حکومت و حاکمیت الله متعال شراکتی داشته باشه، لعلهم یتقون، تا اینکه این افرادی که عاقبت جو هستن حد و حدود و به همین صورت مرزهای رعایت که باید رعایت بکنن رعایت بکنن، تا در واقع تقوا یا یتقون همون رعایت مرزها هست، مراقبت و مواظبت هست. آیه بعد پیامبر صلی الله علیه و آله رو هشدار میده تا اینکه بدونن که پیامبر هم در واقع ملک نیستن که ذاتن معصوم باشن یا اینکه ذاتن هیچ نوع اجتهاد یا اراده فردی در عمل کردشون دخیل نباشه. پیامبر هم مثل همه انسان ها با وجود داشتن اراده درست میتونن از اسباب غیر مطلوب در نزد پروردگار متعال به خاطر خطای انسانی بهش رو بیارن. میگن ولا تترد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، کسانی که صبح و شام الله متعال رو میخوان، با الله متعال مرتبط هستن، اونها رو تردشون نکن، اونها رو نران. در ارتباط با شأن نزول این آیه در کل یا در ارتباط با مصادیق این آیه، اون چی که با کثرت اومده این هست که دوربر پیامبر صلی الله علیه و آله کسانی که بودن مثل خباب، نمیدونم مثل بلال، مثل صهیب، افرادی که اکثر عموما از پیشینه نسبی مشهوری برخوردار نبودن بلکه برده های آزاد شده ای بودن، افراد ناتوان و توهیدست بیشتر در دوران مکه دور بر پیامبر صلی الله علیه و آله بودن و افرادی مثل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و توانمند حضرت عمر کم بودن. افرادی که دور بر پیامبر بودن اکثرشون افراد توحیدست بودن.
میگه اینها مشرکین قریش کبارشون اومدن و از پیامبر خواستن که اینا تو از با اینها سر و کار داری، کل افرادی که تو رو اجابت کردن دعوت تو رو و همراهی تو میکنن به حمایت تو میکنن، اینا این افراد ناتوان و بی بضاعت هستن، اینا رو دوربر خود دور کن تا اینکه حداقل ما بتونیم بشینیم با تو، برامون خفت و ذلت رو نداشته باشه که هم جلسه اینها باشیم یا اینها از ما مقدم باشن. خب شکی نیست که وقتی که این چنین پیشنهاداتی مطرح بشه انسان وسوسه گر میشه که خب بذار تا برای اینها یک جلسه خصوصی بذاریم یا با اونها یک نمیدونم وضعیت خاصی رو اختصاص بدم تا اینکه از این گروه فقیر و بی بضاعت جدا باشن و تأثیر روشون بتونم بذارم. الله متعال میگه که هرگز به خاطر رضایت اینها و فکر کنی که از طریق رضایت اینها بتونی انتشار دعوت و حمایت اینها رو دست بیاری، اصلا این خدشه در دلت بار نشه. ما علیک من حساب من شی، این افرادی که به این صورت بی بضاعت هستن هیچ گونه حسابی از اینها برگردن تو نیست که به خاطر اینها چه اتفاقی بیفته، به خاطر اینها افرادی شاید نزدیک بد نشن و ما من حساب که علیه من شی، و نه هم تو و برخوردت با اینها، قربت با اینها مؤاخذه میشی به خاطر اینکه مانع میشه قربت و نزدیکی و کنار تو بودن اینها از اینکه این بزرگان یا اشراف قریش به تو در محضرت حضور پیدا کنن یا صحبت تو رو بشنون. فتتردهم فتكون من الظالمین، اگر اینها رو ترد کنی از جمله ستمکاران خواهی بود. دقت کنید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با مقامی که داشتند هم هشدار داده میشن و اصل اساسی معیاری که باید در ارزیابی شخصیت ها و افراد رعایت بشه رو به پیامبر تذکر داده میشه تا اینکه به هیچ عنوان افراد بر حسب مقام اجتماعی، بر حسب شهرت، بر حسب قدرت، بر حسب ثروت هیچگاه بهشون اهمیت و بهشون ویژگی خاصی داده نشه، بلکه اون چی که ارزش داره در واقع این هست که اینها خواستار رضایت الهی هستن، یریدون وجهه، این ویژگی هست، ویژگی خاص اینها هست که در پی رضایت الهی هستن، یریدون وجهه، با رضایت پروردگار متعال شیفتش هستن و در پیش هستن. در این میان هیچگاه نباید در تو این حس پدید بیاد که با کنار زدن اینها یا از اینها جدا شدن و برای طیف توانمند و اشراف مجلس ویژه‌ای مقرر کردن یا براشون اهمیت ویژه‌ای رو قائل شدن یا پروتکل خاصی رو براشون ایجاد کردن، این در راستای مصلحت دعوت است. دعوت تو و فعالیت تو، وظیفه تو، رسالت تو در واقع مبناش بر این هست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد الله متعال مکرمترینتون، پرهیزکارترینتون هست. این افراد هیچ نوع خوف و واهمه ای از عاقبت و نهایت عمل کردشون در محضر پروردگار متعال ندارن. غرور و تکبر و خود بزرگ بینی اون چیزی هست که در اینها رو کلن فرا گرفته. در نتیجه بیش عنوان تو نباید شیفته مقامشون، جایگاهشون، شهرتشون و به همین صورت سلطه و حاکمیت اونها بشی که فکر کنید که با به دست آوردن حمایت اینها خواهد تونست این دعوت پا بگیره. حمایت
حمایت حمایت کننده در واقع در ذات خودش هدف نیست، در ذات خودش تثبیت معیارها و ارزشهایی هدف هست که اون معیارها رو الله متعال فرستاده. افرادی که ترس از عاقبت و نهایت اونها رو فرا گرفته و عاقبت اندیشی و رضایت پروردگار رو طلب کردن شب و روز اونها رو در واقع فرا گرفته هست. یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. این معیار، تثبیت این معیار هست که در واقع باید هدف یک مصلح باشه، برخلاف متاسفانه خیلی از افرادی که متلبس به لباسی هستن که به اسم دین و به اسم روحانیت، که ما در واقع روحانی در دین نداریم، روحانی و جسمانی در دین وجود نداره در اسلام، اینا همشون مسیحیت به اسلام منتقل شده، ولی ولی واقعیت اینه که الان در بین مسلمان ها اینها شخصیت دارن و موقعیت دارن و شهرت دارن، اینها همشون در دربارها بزرگ میشن و به همین صورت اشراف هر جامعه ای خدمتکارشون میسازن یا برای اشراف و خدمت به اشراف عموما دین رو به کار میگیرن. مستمندان و فقرا هیچگاه براشون جایگاه و حیثیتی ندارن. این طبقه در واقع کسبه دین هستن و این کسبه دین نه به عنوان عالم دین شناخته میشن و نه به عنوان دعوت دهنده و به همین صورت حامی دین. اون کسی که حامی دین هست، دعوت دهنده دین هست، عالم دین هست، معیارش تقوا و پرهیزگاری هست که افراد متقی دور برش باید وجود داشته باشن، افراد نیک و پاک اطرافش باشن و هیچگاه براش سلطه و حاکمیت و قدرت و ثروت براش معیار در دوری یا نزدیک شدن به افراد نباشه. به دنبال این الله متعال میگه وکذلک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله بعلم بالشاکرین. به این صورت این نظام الهی هست که الله متعال آزمایش میکنه افراد رو با هم دیگه، یعنی این افراد مستمند و توحیده هست مثل صهیب، مثل بلال، مثل سلمان فارسی، مثل عبدالله بن مسعود، اینا همشون افراد مستمند توحیده هست بودن در جامعه، علاوه بر این که نظر قومی و به همین صورت شخصیتی هم خب اینها رو برده و بردزاده میشناختن. این افراد در دوربر پیامبر صلی الله علیه و سلم نه شهرتی رو پدید می آوردن و نه از قدرتی برخوردار بودند که حمایت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بکنن و نه از ثروتی برخوردار بودند که باز پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به نحوی یا اطرافیان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به نحوی از ثروتشون برخوردار بکنن. هیچ کدوم از اینها وجود نداشت، بلکه اون چیزی که وجود داشت فقط همون رضایت الهی بود. الله متعال میگه ما اینها رو آزمایش میگونیم به این صورت که این افراد برای اون افرادی که تکبر دارن، غرور دارن، خودخواه هستن، به ثروتشون میبالند، به مقامشون میبالند، به شهرتشون میبالند، تا معلوم بشه کی واقعا در پی حق و حقیقت هست و کی براش حفظ ثروت و حفظ قدرت مهم هست. اون کسی در پی حق و حقیقت هست نگاه نمیکنه که چه کسانی پیرو پیامبر صلی الله علیه و آله هستن، نگاه میکنه که پیامبر داره چی میگن، دعوتشون چی هست، نگاه نمیکنه که پیامبر چه شهرت و چه امکاناتی رو در اختیار دارن، نگاه میکنه که چه دلیل و حجتی رو دارن. این یک آزمایش هست اون کسی که در پی حق و حقیقت هست. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که میان پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و ایمان میارن، نه به خاطر شهرت پیامبر، نه به خاطر ثروت پیامبر و نه به خاطر هیچ نوع طمعی، بلکه اون چیزی که میاد اوشون رو وادار میکنه صدق و صداقت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، که صدق و صداقت در صدق و صداقت با هم دیگه جمع میشه و ازش صدیق رو میسازه. این شخصیت و شخصیتی باز مثل هم تراز اون در ایمان، ولی از نظر
ثروت هیچ، صفر. میخواد بلال باشه، میخواد صهیب باشه، میخواد نمیدونم سلمان باشه، در یک مجلس ابوبکر صدیق هم هست، اینا هم هستن، هیچگاه هیچ کدوم از اینها دیگری رو نه تغییر میکرد، نه بر دیگری فخر میفروخت و نه احساس میکرد که من از اون برتر هستم. حب و محبت و اخوت و دوستی آنچنان بینشون صمیمی بود که هیچگاه احساس نکرد بلال که کسی که منو آزاد کرد نمیدونم ابوبکر صدیق هست و برگردن من حق داره به امثال اینها. همیشه کنار هم با کمال حب و محبت به برادر دینی بودن. الله متعال آزمایش میکنه، لیقولو هؤلاء من الله علیهم، تا اینکه این بزرگان قریش و این مشرکینی که در غرور غرق هستند، اینها زمینه بروز بیماری غرور در درونشون ظاهر بشه، بگن همینا هستند که در بین ما الله متعال به اینها منت نهاد، اینا ایمان آوردن ما ایمان نیاوردن. یعنی این یک نوع، این رو یک نوع تحقیر برای خودشون محاسبه کنن و بگن که یعنی به اینها الله خالق هستی منت نهاد و اینا ایمان آوردن ولی ما عقب موندیم. اگر این چیزی ممکن هست، این یک نوع خودخواهی و خودبزرگبینی هست و تکبر هست. این آزمایشی از جانب الله متعال هست که میگه کذلک فتنا بعضهم ببعض، ما به این صورت در آزمایش قرار میدیم تا افراد در این موقعیت ها قرار بگیرن و درون مایه اونها ظاهر بشه و به این صورت تعبیر کنن، با تحقیر به دیگران و ایمان دیگران و رحمت و نعمتی که الله متعال بر دیگران نهاده نگاه کنن. الیس الله بعلم بالشاکرین، آیا الله متعال آگاه به شاکرین نیست؟ خوب الله متعال میدونه که به شما اینقدر نعمت داده و به اینها در بحث مادیات چیزی نداده، ولی شما شکر و نعمت ها رو با تکبر و غرور دارید ابراز میکنید، ولی اینها نعمت هایی که دارند که هر انسانی بالاخره غرق در نعمت هست، ذات وجود انسان پر از نعمت هست، نعمت هایی که الله متعال به انسان داده، اونها در واقع شاکر هستند. اگرچه شما نمونه هایی از نعمت رو دارید، از ثروت و شهرت و قدرت رو که هیچ نوع شکری نمی کنید، ولی اینها واقع بین تر و شاکر تر از شما مستحق شدن بر اینکه نعمت الهی و رحمت الهی شامل هارشون بشه و ایمان بیارن. در ادامه الله متعال نبی خودش رو توصیه میکنه، همونطوری که در اولین آیه 149 الله متعال به نبیش میگه که بگو که این اتبع الا ما یوحا الی، به همین صورت در ادامه عملا هم این مصداق وحی رو میاره، من در واقع پیروی میکنم یا پیرو اون چیزی هستن که به من داره وحی میشه. چی به من وحی میشه؟ این به من وحی میشه، این به من گفته میشه و دارم بر این اساس پیش میرم. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، اون کسانی که ایمان به آیات ما میارن پیشت که میان، هر کسی که میخواد باشه، اون کسی که ایمان آورده، اون کسی که پذیرفته دلائل و به همین صورت براهینی که ما برای نبوت تو آوردیم، برای به همین صورت وحی که بر تو نازل کردیم آوردیم، و از همه مهمتر دلائلی که بر اثبات توحید و یگانگی و یکتاپرستی آوردیم، دلائل متعدد مختلفی که در بحث آخرت و عاقبت و نهایت و به همین صورت حساب و کتاب اخروی آوردیم، دلائل متعددی که مفصل در قرآن ما توضیح دادیم که حاکمیت در اختیار الله متعال هست، او آفریده، امر مال او هست، هیچ کسی در امر او دخالت نداره، مسیرتون هدفمند هست، در نتیجه نتایج داره، عاقبت داره، نهایت داره، موت خودش یک نوع دلیل واضح و روشنی بر وجود آخرت و عاقبت هست. اگر موت وجود نمی داشت، اون موقع شما افسار گسیخته بودید، اون موقع بی نهایت بی عاقبت بودید، اون موقع بود که حساب و کتابی رو نمیتونید تصور بکنید. وقتی که وقتی محددی در اختیارتون داده میشه، ذات وجود این وقت محدد دلیل و برهان قاطع و روشن بر این هست که شما در یک آزمایش قرار دارید. وقتی که انسان در یک سالونی قرار میگیره که بهش میگن سالون آزمایش،
مهمترین امری که وجود داره اینه که هر کسی به تنهایی عمل کرده اون داره مد نظر قرار داده میشه و هر کسی یک حد معینی از زمان رو در اختیار داره. بعد از گذر زمان همه باید برگا رو تحویل بدن. همه ما در یک برهه از زمان قرار دادیم و هر کدوم از ما با اراده و توان و قدرتی امکاناتی که داریم آزمایش میشیم، در معرض آزمایش قرار داریم. در نتیجه به طور طبیعی و در یک منطق بسیار روشن و واضح عاقبت و نهایت این نظام برامون روشن هست که ما هممون نتایج عملکرد خودمون رو، اون پروردگار هستی که این خلق رو با هدف ایجاد کرده، ما هم به همین صورت با هدف دقیقی نتایج عملکرد ما بر کف دست ما گذاشته خواهد شد. این آیات الهی وقتی که ایمان بهشون آوردن، این افرادی که به این آیات ایمان آوردن، به توحید و یکتاپرستی، به آخرت و نهایت و به رسالتی که تو در واقع براشون اهدا داری میکنی، هدیه‌ای که به تو فرستادیم تا اینکه راه و مسیر اطاعت بندگی و عبودیت پروردگار متعال رو همگام با دیگر خلائق پیش بگیرن، به اونا بگو فقل سلام علیکم. اینا بگو که سلام بر شما. سلام و درود پیامی هست که هر مسلمانی بر مسلمان میکنه و به طور عموم مسلمان همیشه سلام رو که امنیت هست، آرامش هست رو هدیه میکنه به اطراف خودش. مسلمان اهل جنگ نیست، مسلمان اهل صلح هست. اما برای رفع جنگ گاهی جنگ لازم هست، برای رفع فتنه گاهی جنگ لازم هست، برای رفع ظلم گاهی زور و به همین صورت جنگ لازم هست. نظام هستی هست که بالاخره باید هر چیزی رو برای برطرف کردنش از اسباب و وسائل مطابق با خودش استفاده بشه. بینا بگو سلام علیکم، سلام بر شما. کتب ربکم علی نفسه رحمه، پروردگارتون. دوستانی که تماس میگیرن تذکر دادن لازم است که بگم متاسفانه تماس تلفنی یا تماس صوتی برقرار نمیشه با واتساپ. خودتون میدونید که واتساپ تو ایران هم که فیلتر است و پیامتون رو بذارید ان شاء الله من جوابتون رو میدم. الان هم تا یکی دو دقیقه دیگه ان شاء الله برمیگردم و به پاسخ سوالات ان شاء الله خواهیم پرداخت. بهشون بگو سلام علیکم، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، الله متعال بر نفس خودش رحمت رو مقرر کرده، الله متعال خودش رحمان هست و برای همتون خیر همتونو میخواد. انه من عمل منکم سوءا بجهاله، اینو بگو بهشون که اون کسی که به خاطر عدم کنترل یا جهل، در واقع جهل هم جهل علمی هست هم جهل ارادی هست، هر دو اینها بهش جهل گفته میشه. اصل جهل عدم کنترل نفس هست، ولی از اونجایی که علم هم عدم علم در واقع انسان رو به بیزابدگی میکشونه، به عدم وجود علم هم جهل اطلاق میشه. در نتیجه اون کسی که عملی رو انجام داد، چه به خاطر جهل علمی و چه به خاطر جهل ارادی، هر دو اینها در واقع جهل است. ما میگیم جوان جاهل، یعنی فردی که جاهل، جوانی که ارادش مسلط نیست، تابع احساسات هست. اون کسی که به خاطر ضعف بشری که جهل میتونه از هر دو بعد برش وارد بشه، دچار عمل سوئی شد، ثم تاب من بعده، بعد از این توبه کرد و اصلح و اصلاح کرد، فانه غفور رحیم، بدون آگاه باشه که الله متعال غفور و رحیم است. این پیام الهی که الله متعال برای همه در واقع میدن، کسانی که با ایمان وارد صحنه دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم میشن، یا اون کسانی که اصلا ایمان ندارن هم باز هم براشون یک دروازه امیدی باز میکنه که باز هم براتون راه توبه وجود داره. هر کسی که با هر نوعی از جهل مبتلا شد و در هر حال دعا
دچار انحراف بشه توبه بکنه و راه اصلاح رو پیش بگیره، الله متعال غفور و رحیم هست. گذشتتون، خطاهاتون، چه حال چه گذشته، همشون قابل بخشیدن هست. و كذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين. به این صورت ما آیات رو به طور تفصیل روشن واضح میگیم تا که راه مجرمین روشن بشه، راهی کسانی که جرم، کبر، غرور و ستم به عنوان خصلت دائم و پایدارشون باشون همراه هست. دلایل روشن میاد، دلایل روشن میاد در تعریف نبی. بعد افرادی میان شخصیت هایی رو اینقدر بهشون صفات خدایی میدن که از خدا هم بالاترش میکنن. اینا مجرمینی هستن که در پی رزالت و در پی فساد با نشر این دروغ ها و به نشر این افکار مشرکانه متوسل میشن. جرم یک راهی هست که این راه از ابزارهای متعددی کسی که در این راه قدم میذاره استفاده میکنه. چی میخواد جرم در حق ناموس مردم باشه، چی میخواد جرم در حق مال مردم باشه، چی میخواد جرم در حق جان مردم باشه، چی میخواد جرم در حق عقل و خرد مردم باشه، یعنی عقل و خرد مردم رو تصاحب کردن خودش جرم هست. به تعبیری مردم رو سوار شدن، در به تعبیر ساده یعنی که از مردم، از فکر و اندیشه مردم رو سلب کردن یا اخذ کردن و از اونها بهره برداری سوء کردن، همه اینها جرم هایی هست که اساس پایه شرک است. راه مشرکین در واقع راه مجرمین هست، یا مجرمین راهشون شرک است. اگر شرک رو ترویج ندن هیچ نوع جرمی اتفاق نمیفته. اون چی که الان در حتی فلسطین میگذره، در غزه میگذره، بر اساس همین تفکرات هست، همین تفکر صهیونیست غلات هست که خودشون رو شعب الله المختار میدونن، برای خودشون هیچ گونه مرز و حدی قائل نیستن، نه در التزام شرعی، نه در عدل و عدالت اجتماعی، نه در وظایف دینی، هیچی. خودشون رو مستقل از دنیا میدونن، برتر از دنیا میدونن و بقیه همه میگن برده ما هستن، اونطور که صریحا میگن که نتانیاهو خودش صریحا میگه که اینا بشر در جلد بشرن، اینا بشر نیستن. ما اگر اینا کشته میشن، در واقع ما بشر نمیکشیم، انسان نیست نمیکشیم، چون خودشون رو بشر برتر میدونن. ولی متاسفانه کجاست حقوق بشری که بیاد دفاع کنه از بشر، بگه که شما فقط بشر نیستید، بقیه بشر هم بشر هستن، بلکه شما هستید مجرم، دیگران بشرن و شما بشر نیست، ضد بشر هستید. کیست که بیاد این تفکرات رو رد بکنه و براش جلوی حقوق ضایع شده انسانیت رو بگیره و بگه فکر صهیونیست اساسا ضد بشریت هست؟ دعوت به دینشو چرا نمیدن؟ چرا نمیتونه کسی یهودی بشه؟ چون میگه این دین مخصوص ما هست، ما برتر هستیم، هیچ کسی نمیتونه یهودی بشه، این دین نسب نسل برای ما اومده و ما برتر هستیم نسبت به دیگران و شایستگیمون نسبت به دیگران، ما مقام والایی داریم. تعبیر قرآن میگه نحن ابناء الله و احباؤه، این ادعاشون هست. الله متعال به نبی خودش میگه به حتی بگو من نمیگم که برتر هستم، نمیگم که خزائن الهی در اختیار من است، من
مثل شما سمين وانا بشر مثلكم. ولی اینها میگن نه، کل یهود یه خلق برتری هستن. در نتیجه اشکالی نداره که 10,000 انسان بیگناه در بمباران کشته بشن، در قبال 1,000 نفری که از اونا کشته شدن. خب اونایی کشته شدن خود در قبال در یک جنگ کشته شدن. این مردم بعد هم به همین صورت کشته بشن. هیچ حق حقوق بشری هم وجود نداره که بیاد دفاع کنه بگه اینا بشر نیستن، اینا انسان نیستن. با چه جرمی، با چه قانونی، با چه اصلی، با چه اساسی؟ و کذالک نفصل الآیات. به این صورت داره آیات الهی واضح و روشن گفته میشه تا سبیل مجرمی روشن بشه. جالب اینجاست که همین تفکرات یهودیت و صهیونیست ها رو خیلی از فرقه های مسلمان ها ترویج میدن. مگر اون کسی که فکر میکنه که با نام داشتن نام تشیع، در با داشتن فقط نامی به نام تشیع، ولایت اونها رو به دست آورده و حمایتشون رو داره، فقط یک نامی داشته باشه و روزه ای بخونه و محبتی به دعم خودش داشته باشه، کافی هست دیگه، هیچ جینو بازخواستی نمیشه و بقیه همشون بازخواست میشن و همشون اصلا هیچ عملشون ارزشی نداره، نه نمازشون، نه روزشون، نه نیکیشون، نه صدقاتشون، نه کار خیرشون. یک تفکر هست، یک تفکر صهیونیستی هست ولی در بین مسلمان ها با نام اسلام، با نام اهل بیت و حب اهل بیت. یک طیف معین باید استثناء بشن از نظام خلقت، از نظام شریعت، از نظام رسالت. به هر حال این استثناء، اونا توجیه دارند و اینا توجیه دیگه ای دارن برای خودشون. هیچ نوع قاعده و هیچ نوع ضبط و ثبتی و اصول و ضوابطی وجود نداره که ما بگیم که بر اساس این ضوابط کی برتر است و کی نیست. این تفکر و امثال این تفکرات، همه اینها در واقع سبیل المجرمین هست. مجرمینی که میخوان برتری داشته باشن، میخوان با جان و مال مردم، بر مال و جان مردم تصاحب داشته باشن، سلطه و حاکمیت خودشون رو بر دنیا به طور مستقل توسعه بدن و در این حال مشروعیت هم به ادعای خودشون از خدا و خالق هستی گرفتن. اما مؤمن و اهل ایمان همشون با یک معیار سنجیده میشن، همه رو با یک معیار براشون حساب کتاب هست و با یک معیار عفو و غفران الهی هست. من عمل سوءا منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. صحابه خیلی بودن، خطایی انجام دادن، پیش پیامبر صلی الله علیه و آله اومدن و به خطاشون اعتراف کردن یا اشتباه خود صورت گرفت. خود پیامبر صلی الله علیه و آله در مواردی که لغزشی در به تناسب رتبه نبوی صورت گرفت، سرزنش شدن و باز الله متعال میگه عفا الله عنک، خداوند از تو رو بخشید، از تو درگذشت. این نظام الهی هست، دروازه رحمتش باز هست به کسی که برگرده، به کسی که اصلاح بکنه، به کسی که در پی جبران خطاها باشه. اما اون کسی که مجرم هست، الله متعال معرفی میکنه راه مجرمین رو تا موحدین و اهل دین بدونن که ادعا و فقط مجرد صحبت زبانی که ما چی هستیم و پدران ما کی بودن نمیتونه برای کسی فضلی رو ایجاد بکنه. فضل با به دست آوردن فضیلت و هر کسی به طور مستقل میتونه حاصل بشه. چنین دختر رحمت الله و برکات و استادی عزیز، من از شما خواهش دارم که در بوره سوره بقره آیه 159 کمی روشنی می اندختید. الله تعالی شما رو حفظ بگرداند و تشکر.
آیه 159 سوره بقره، 159 سوره بقره، بله آیه 159 سوره بقره هست: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. اون کسانی که میپوشونن آنچه که نازل شده از دلائل روشن و هدایت رو بعد از این که روشن کردیم برای مردم در کتاب، اون افراد مورد لعن الهی و لعنت کنندگان قرار میگیرند. در این آیه، این آیه در واقع در پی مجموع آیاتی میاد که سیرت و سلوک بنی اسرائیل رو تفسیر و تحلیل میکنه، که در سیرت و سلوک بنی اسرائیل به طور عموم یکی از ویژگی های برجسته بنی اسرائیل بحث کتمان حقایقی بود که در کتابشون وجود داشت. یکی از حقیقت هایی که در کتابشون وجود داشت آمدن نبی خاتم با ویژگی های خاصش بود. برای یهود هم که بحث انبیاء ما بعد و به همین صورت دلائلی که با خودشون آوردن و خصوصا حضرت عیسی و دلائلی که آوردن به همین صورت روشن بود. اون کسانی که این دلائل روشن رو که میبینن در کتابشون واضح، در ارتباط با انبیاء و در ارتباط با وظیفهشون در قبال انبیاء، خب اینها الله متعال اینها رو از رحمت خودش محروم نگه میداره، که لعنت در واقع محرومیت از رحمت هست، همونطوری که شیطان در این معرض قرار میگیره. و هر تمام کسانی که به همین صورت مکلف هستند به این که نفرین بکنند، نفرین اینها رو بکنند، هر نفرین کننده نفرینشون بکنند، لعن در واقع نفرین کننده هست، یعنی مستحق نفرین همگان هست. این آیه گفتیم اگرچه در ارتباط با در سیاق و سباق بنی اسرائیل میاد، ولی از اونجایی که اصول و ضوابط دینی رو در بر داره برای همه ادیان، برای همه پیروان افکار و اندیشه و خصوصا مسلمان ها پیام برابر رو داره، که در هر موقعیتی، در هر شرایطی، وقتی که حقیقتی در کتاب و در متن وحی الهی روشن شد، برای همه روشن شد، واضح شد، از طریق وحی الهی همه پی بردن حقیقت رو، بعد از این بازم کتمان بشه، رو نشه، گفته نشه، از هر جنبه‌ای که هر کس طرف هر کسی میخواد باشه، چی میخواد فردی ملبس به دین باشه، چی میخواد فردی حاکم باشه، چی میخواد فردی در واقع تحقیق محقق و پژوهشگر باشه، کتمان حقیقت کرد، از لعنت قرار میگیره، از رحمت الهی محروم میمونه و به همین صورت مورد نفرین تمام نفرین کنندگان قرار میگیره، محرومیت از تمام نعمت ها رو در واقع در بر داره. این یک نوع هشداری هست برای تمام کسانی که مرتکب پوشیدن حقیقت میشن یا از حقیقت گویی عبا میکنن و رو میگردونن. بله، بیننده دیگه پرسیدن که آیه 90 سوره آل عمران: ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون. این آیه تفسیرش چی هست؟ آیه ظاهر آیه خوب مفهومش که روشن است که این الذین کفروا بعد ایمانهم، بحث مرتدین هست، کسانی که بعد از این که ایمان آوردن
دوچار کفر شدن و بعد از این به کفرشون هم اصرار ورزیدن یا ادامه دادن بر کفرشون پایدار موندن، لن تقبل توبتهم، توبه اونها پذیرفته نمیشه. و اولای که هم الضالون، و در واقع گمراهان یا همون ضالینی که در سوره بقره الله متعال ما آموزش داده که ما ازش از الله متعال پناه بخواییم که از جمله اونها نباشیم، اینا هستن ضالین یا گمراهان. این آیه هم در واقع در سیاق و سباق اهل کتاب هست، ولی خب اهل ایمان هم مسلمان هم باز این مطلب رو حکم رو در بر میگیرن، چون قواعد و اصول به طور تطبیقی برای همه یکی هست، اما به طور تاریخی خب برای افرادی اتفاق افتاده، برای افراد دیگه میتونه اتفاق بیفته. اهل کتاب ایمان آوردن، ولی بر ایمانشون باید باقی میموندن، بقای بر ایمانشون مستلزم این بود که ایمان بیارن به خاتم المرسلین که نیاوردن و در نتیجه کفر ورزیدن و بر این کفر اصرار کردن. بقیه هم به همین صورت، هر کسی بعد از حقیقتی براش روشن شد، بعد از ایمان آوردن به کتاب، به دین و حقیقت، از حقیقت رو گردون، از ضمن جمله مسائلی که وظایف شرعیش باشه رو گردون و به همین صورت نپذیرفت، باز هم شامل حالش میشه، فرق نمیکنه. نکته دومی که در این آیه مقداری برای برخی ها سوال برانگیز است این است که این افراد بر ایمان، بر کفرشون اصرار کردن یا ازداد و کفرن، لن تقبل توبتهم، توبهشون پذیرفته نمیشه. خب یعنی توبه، خب دروازه توبه با میدونی که برای همه باز تا قبل از سکرات موت. این آیه هم در واقع همین میخواد به این صورت بگه که اینها با استمرارشون بر کفر یا بر با ازدیاد کفرشون یا پافشاری بر کفرشون میرسن به یه مرحله ای که اون مرحله توبهشون پذیرفته نمیشه. اون مرحله کی هست؟ مرحله قبل از موت هست، مرحله سکرات موت هست، مرحله هست که دیگه فرصت از دستشون میره. یعنی به تعبیری دیگه میتونیم ما اینو تصور کنیم که فردی که اصرار کرد بر کفر خودش و به همین صورت استمرار بر کفر داشت، رای رجوع رو براش فراهم نمیشه، میسر نمیشه و توبهی براش موقعیتش پیش نمیاد. این به این معنا نیست که فردی که در دوران زندگی مرتکب گناه کفری یا ارتداد بشه توبه نمی کنه، نمیتونه بکنه. توبه میتونه بکنه، حتی اگر مرتد هم بشه میتونه توبه بکنه، ولی فقط اینه که ازدیاد کفر یا اصرار بر کفر شرایط توبه کردن رو از انسان سلب میکنه و انسان سنگدل میشه و بالاخره میرسه به مرحله‌ای که سکرات موت میشه و در نهایت میرسه به خاتمه ی حیات و زندگی و توبهش دیگه پذیرفته نمیشه. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.